بابک عزیز، مسئله حاد چندین و چند ساله همین برجام هست و همین مواردی که اطلاع دارید و همه دنیا. من البته یه گزارشی هم آقای منتظری لطف کردم فرستادن به نقل از شبکه الجزیره که این برجام به جایی اگر برسه چه حالاتی رخ میده، اما میخواستم ببینم اگر نظر شما رو بدونم برجام عملی بشه، فرض بفرمایید این مسائل هسته‌ای ایران هم دست پیدا کنه به اون نقطه اصلی که نظرشون حتما سلاح هسته‌ای است، به نظر شما بهتر نیست؟ چرا؟ برای اینکه اکنون هی اینها رو کجدار مریض با دست پس میکشن، با پا پیش میکشن، ازشون میکشن، از گردشون استفاده میکنن تمام دنیا. اگر اون حالت برسه آیا نمیبینن که تیغ تیز در دست بدمسته و نهایتا خودشون هم همرأی بشن با خواست مردم ایران و ریشه رو بزنن؟ نظر شما رو میخواستم بدونم خانم دکتر. خواهش میکنم. ببینید، میدونی که مسئله برجام خب در دولت اوباما چه باجی اوباما داد و دیدیم که هیچ اتفاقی برای ملت بدبخت ما نرسید. واقعا کلمه بدبخت رو میگم، واقعا بخت برگشته است. ما خیلی وقت با کلمات بازی میکنیم و دیدیم که در صورتی که خیلی از کلمات صفته، مثل همین کلمه شرف، مثل کلمه شعور. در آخر اخیران هم که میدونید که محرمانه است. جالب اینجا اینه که با وقاحت هم برگشتن گفتن که احتیاج نیستش که ما در میون بگذاریم، ما نتیجه رو در میون میذاریم. این جلسه آخرشون به نظر من دقیقا تنزل کردنشون رو در برابر آمریکا، برای اینکه اینا بیخردن. سام عزیزم در مورد اینا شما نگاه کن، زرقامی یعنی فاجعه است واقعا برای میراث فرهنگی زرقامی باشه. وقتی که اون یه کوزه بود، یه آثار باستانی بود که تو دستش چهار در از شهر سوخته بود، 4500 سال ازش میگذشت و این بیشعور چجوری بازی میکرد با این که شما میدونید چگونه باید برخورد کرد با آثار باستانی، چگونه باید رفتار کرد با آثار باستانی، واقعا از جراحی انسان ظریف‌تره. ما وقتی گرفتار یک همچین سیستم بی سوادی هستیم که همشون به دور از هر گونه اقراقی، من فکر نمی‌کنم مخصوصا کابینه خود رئیسی یک نفرشون تحصیلات عالی داشته باشه، همه رو خریدن از جلوی دانشگاه تهران، اینا شدن رئیس و وزیر و خود رئیسی که دیگه سوپرشونه. اما در همین اخیراً شما نگاه کنید دوباره اینا چه لیستی رو گذاشتن. لیست رو شما نگاه کنید، ببین چقدر اینا وقیح هستن. در درجه اول شماره یکش تحریم اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر او. شماره دو حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی. شماره سه رفع همه تحریم‌های آمریکا از جمله کاستا و آیسا و یورتن. 4 بسته شدن پرونده های فعالیت های مشکوک در 3 سایت هسته‌ای حل اختلافات با، یعنی انقدر اینا وقیحن که دوباره همه این لیست رو گذاشتن. چون اینا در ببین یه نارسیسیستیک، حالا بذارین 3 تای دیگه‌ش هم بخونم. شماره 5 تضمین برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام. 6 تضمین برای فعال نکردن مکانیزم ماشه. 7 که تضمین منافع اقتصادی جمهوری اسلامی از برجام که همه اونا رو آمریکا رد کرده، فقط اولیشو، اونم گفته تازه 3 ماه. رفع تحریم اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بنگاه اقتصادی زیر نظر رو که حالا دارن چونه میزنن رو کنش یک سال. باقیشو همه رو آمریکا نفی کرده، نپذیرفته. با سلمان رشدی، اول من یه از نظر روانشناسی این سیستم رو باز کنم، خود خامنه ای رو باز کنم و بیت رهبری رو. ببین یه کرکتر خودشیفته نارسیسیستیک خیلی خطرناک و متوهم، چون خامنه ای واقعا شدیداً متوهمم هست. وقتی که روزای آخرشون میشه اینا متوهمتر میشن، هم خشونتشون رو شما نگاه کنید، خشونتاشون رو در جامعه چقدر بیشتر کردن.
و هم در کوکولند خودشون، در اون بالون خودشون، خودشون رو خیلی بزرگ میبینن، در صورتی که بالونن و فقط واقعا با یک سوزن اینا همه بادشون خالی میشه. ولی وقیحن، پر روحن. آخوندم که اصلا جنس آخوند جنس وقیح و پر روحه دیگه، اینو میدونی. به همین دلیل اینا همیشه سعی میکنن از موزه بالا نگاه کنن. حالا دردناکتر اینجا میدونی کجاست؟ دردناکتر اینجا اینه که اصلا مسلمانان جهان خودشون رو از همه بالاتر میبینن، همه رو از بالا به پایین به همه نگاه میکنن. یعنی یک مسلمان خودش رو از همه بالاتر میبینه، در صورتی که از همه جا مرتجع تره، هم دینش و هم کشورها. شما حالا به دبی نگاه نکنید، مگه شما فکر میکنید در دبی آزادی بیان هست؟ نقض حقوق بشر فراوانه در دبی. به اون بیرونش نگاه نکنید که دبی چه کارهایی داره میکنه، برای اینکه اونم عقل داره، از این طریق داره رو نفتش حساب نمیکنه، رو گازش حساب نمیکنه، رو توریست داره کار میکنه، اونم از عقل غرب استفاده کرد و تعصب دینیشو داره میذاره کنار. اما مسلمانن اینا. حالا مشکل بزرگ اینجا مسئله برجامه. شما همه ما میدونیم با اتفاقی که با خود بایدن خائن افتاد، با حکومت اوباما، اوباما افتاد، ما دیگه این تجربه رو دیدیم که مردم کشور ما به هیچ اتفاقی نمیافته. اینا داشته، حتی خودشون اخیرا هم اعتراف کردن که حتی اگر برجامم بیاد باز نمیتونه خیلی تاثیر رو اقتصاد کشور داشته باشه. یعنی اینقدر به صراحت این مسئله رو فکرم ریختن رو دست ملت. دولت های غرب میدونند، حکومت جمهوری اسلامی رو میدونن، میشناسن، میدونن اگر اینا، چون اصلا کمتر از روان از نظر روانی اینا کمتر از کره شمالی نیستن و میدونن که اینا نباید بمب اتم داشته باشن، برای اینکه اینا از نظر شرعی برای خودشون خیلی راحت، خیلی راحت اینا توجیه میکنن. شما نگاه کنید هر جنایتی رو اینا خیلی راحت میتونن از نظر ایمان خودشون بری کنن، خودشون از احساس گناه بیان بیرون، تازه طرف مقابل رو محکوم بکنن. خیلی راحت هم که دیدی اگر که گناهکار نبود میره تو بهشت، اگر اشتباهی کشتی، مگه نگفتن 44 سال؟ مگه خلخالی این کارو نکرد؟ پس ما با یک همچین حکومت دینی طرفیم که هر جنایتی رو به راحتی میتونه بر خودش توجیه بکنه و میدونیم که دو ست تا پاسپورت دارن برای خودشون، جزیره هم برای خودشون خریدن و خیلی راحت هم هواپیماهای خصوصی خودشون دارن و میدونن جای خودشون، به نوعی فکر میکنن جای خودشون سفته، اینو فراموش نکنید. انگلزاده هاشون هم که خیلی هاشون فرستادن خارج از کشور، چون فکر میکنن، ببین الان قرن 21مه، اینا در 1400 سال گذشتهشون دارن زندگی میکنن، الان قرن 21مه و پلیس بین المللی خیلی متفاوته، مثل 10 سال پیش نیست، مثل 2 سال پیش هم نیست. اینقدر اینا بیشورن که سلمان رشدی رو خواست رفتن ترور کردن و خوشبختانه به کوری چشم شخص خامنه ای زنده است. و این حرکتشون توی همچین شرایطی دنیای غرب دوباره به لرزه انداخت، خوشبختانه از جهت ما البته، برای که اینا خیلی بیشورن. شما فکر نکنی اینا زرنگن، اینا سیاست مدارن، اینا بسیار بیشورن، منتها بیشور لومپن قلدر. نگاه کنید یک لومپن لات مغز که نداره، مثل زمان مصدق اون چی بود اسمش که یه لحظه من یادم رفت، طیب؟ نه طیب یکی که شعبان جعفری بود. واقعا اینا تک تک اعضای این مخصوصا اصولگراها اینا شعبان بیمخن. شما توی کلاب ها شما به این صحبت هاشون رو گوش کنید، سوپر شعبان بیمخن. یعنی اصلا اولا که اسلام اینا به مرداشون شکم و زیر شکم داده، مغز اینها در زیر شکمشون و شکمشونه، عقل ندارم. به خصوص بیت خامنه ای و به خصوص کل خود کابینه رئیسی و شخص رئیسی. شما نگاه کنید رئیسی رو، طرز صحبت کردن فارسیش رو فقط شما نگاه کنید، واقعا مغز ندارن اینا، حرف یعنی فقط جوکن، فقط بی آبرویین برای هویت ایران و ایرانی. و چون بیمخن و چون شعبون بیمخن اینا،
شعبون بیمخ که خودش رو بیمخ نمیبینه، خودش رو چون عضله داره، مغز خودش رو در عضلاتش و آلت تناسلیش میبینه و در شکم پرسیرش. اینجاست که خطرناکه. اتفاقا رهبر کره شمالی یک روانی سایکوپته، پدرش هم بود، خواهرش هم هست. جمهوری اسلامی و کابینه کل نظام جمهوری اسلامی از اصولگرا، اصلاح طلبا رو یادتون باشه تو پرانتز بگم، خیلی ناشرف و بیشرف هست. الان اتاق فکر اصلاح طلبا رو هرگز نباید فراموش کنیم. یه سریشون اومدن این بری شدن، ولی یه سریشون هنوز ماندن و گدایی میکنن که بلکه یه سمتی خامنه‌ای بهشون بده، ولی توفشون کرد انداختشون بیرون و همچنان رزلند اصلاح طلب ها و خائن، یا دستشون در خون است و یا دستشون در راند هست. پلیس بین المللی هست، ولی چون اینا تو دنیای کوکولند خودشون شبون بیمخن، فکر میکنن همه چی رو میتونن بخرن، و چون خود رفسنجانی نابکار خائن و جنایتکار زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای بود به راحتی برگشت گفت شماها هر چقدر میتونید در خارج از کشور بکشید، ما بلدیم چگونه مماشات کنیم با غرب، و کردن و آزادم کردن. مگه نکردن مینوکاسو، مگه قاسملو رو چگونه ترور کردن، خودعه کردند و بعدش هم دیدید. اما خوشبختانه در سوئد ما مسئله نوری داشتیم، حمید نوری رو داشتیم. اینا خیلی ترسیدن، اینا به خود حمید نوری بیشعور سایکوپت هم خودعه کردن، بهش هی پیام و کد دادن که نترزو موزد وایسا، چون اگر این نابکار دهنشو باز میکرد خیلی به ضرر جمهوری اسلامی میشد، اما کلک زدن بهش. به هر حال موضوع اینجا اینه که دست ما دست کی دنیای غرب میخواد اجازه بمب اتم بده؟ اصلا شوخی نداره، اصلا اینا شوخی ندارن. اینا از روی جنازه بچه هاشون رد شدن، مگه نشدن؟ مگه محسن رضایی این کار نکرد؟ مگه حسن روحانی این کار نکرد؟ مگه خود محمد گیلانی حکم اعدام بچه هاشو خودش امضا نکرد که مجاهد بودن بچه هاش؟ و دیگران و دیگران.